سلام دوستان. وای این دوست من را ببین، چرا یهویی روی زمین ول شد؟ زمین هست یا سرسره؟ اوه خوش به حالی این یک دوست من، یک هواپیما سواره. این دوست ظاهرا دارد خلبانی یاد میگیرد که پر از درس های سخت است. من که نمیتانم. اگر شما رفقا بخواهید میتوانید بروید و یاد بگیرید، من که میترسم. طبیعت هست دیگه که یادگیری هر چیزی مخصوصا خلبانی دردسرها و خرابکاری های مخصوص به خودش را دارد. خلبانی هم همینطور و دارد دردسرهایش را در این کلیپ تماشا میکنید. حالا اگر باز هم دلش را دارید و دلتان میخواهد خلبانی یاد بگیرید، پس باید دردسرهایش را هم به جان بخرید. وقتی مجبوری تنهایی فوتبال بازی کنی، اگر یک روز به تایلند رفتید، هیچ وقت به قایق را نگویید عجله دارید، چون ظاهرا ما درک مشترک از سرعت نداریم. وقتی رامشتاین گوش میکنی و میخوای جلوی خانه را تمیز کنی، لطفاً از خانه تان را دوست دارید به هیچ وجه این کار را انجام ندهید. ما در این ویدیو با یک تونل بادی سر و کار داریم. در این کلیپ یک خانم را میبینید که بالای تونل بادی استاده. در واقع مادر طبیعت در حال صحبت با شما و آن خانم است و دارد میگوید که من با شما حسی ملکه بودن میدهم. پس در تونل بادی بیستید تا این احساس به شما دست دهد. اما من اول ویدیو حرفی از ملکه بودن و ملکه شدن نزدم. مادر طبیعت انگار غافلگیرمان کرد. به هر حال شما الان مهمان طبیعت هستید و مادر طبیعت حرفهایی برای گفتن با شما دارد و شنیدن حرف بزرگتر هم واجبه. این خانم جوان که در طبیعت میبینید واقعا فکر میکند همانند ملکه است و احساس میکند میتواند همانند نسیمی برای زندگی دیگران باشد. اون خانم حالا فکر میکند که مرلین منرو بازیگر معروف است. این مدرک است که ثابت میکند فرزندان زیوس هنوز بین ما زندگی میکنند. چشمه های نینکساز را تصور کنید. با این حال راهبان شاولین با یک سوزن ساده را بهتر انجام می دهد. حالا برویم سراغ بازی کرکت. همانطوری که می بینید این مرد در حال تعقیب توپ و شکاری آن برای خود است تا بتواند از بازی امتیاز بگیرد. قبل از آن که این توپ به دست رقیبان سرسختش بیفتد و یا از زمین بیرون برود، اوه گرفتش. بقیه را شما تعقیب کنید. این مرد دارد میگوید که گاهی وقتها مثل آن دوست کرکت باز، شانس با شما یار نیست و آن روز انگار قرار نیست که اتفاقات خوبی برایتان رقم بخورد. او خدای من، امکان ندارد. یک بیلیارد بازی حرفه‌ای خوب میداند چی چیزی نمیتواند او را محدود کند. اما خب بعضی وقتها فقط باید خوب هدف گیری کنید. این مرد پارتنرش را بوسید، اما واقعا چی نیازی بود که در یک شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری بشود و همه بفهمند؟ اوه به قسمت باحال ویدیو رسیدیم که سگ در ویدیو هم بدون شک از تماشای این صحنه لذت برد. این دوستمان هم به مراسم اسکار 2023 دعوت شده. خوش به حالش، خیلی باحاله. فقط این که متاسفانه دوستمان نمیتواند این را ببیند و همچنین جایزه را. برای دیدن این مراسم اسکار لعنتی فکر کنم که او باید به خودش زحمت بدهد و خود را به ردیف چهارم برساند. ظاهراً بعضی ها علاوه بر آماده کردن لیست خرید، باید دوره مقدماتی خرید را هم بگذرانند. مطمئنم بیشتر از 60 بار این ویدیو را میبینید.
خب حالا یک سر برویم سراغ مسابقه پریش با نیزه. همانطوری که در ویدیو میبینید این دوستمان در این مسابقه انگار قرار است که سوژه خنده شود تا یک قهرمان. فکرش را بکنید، اگر یک نیزه در نشیمنگاهتان برود چه حسی به شما دست میدهد؟ اما خوب فکر کنم ارزشش را دارد که یک ویدیو مثل این رفیقمان بسازید. وای خدا کند آسیب جدی به دوستمان وارد نشده باشد، چون سر نیزه اصلا میانه خوبی با آدم ها ندارد. اگر دوستی مثل این آقا داشتید، او را برای خریدن آبی جو میفرستادید. نظرتان را در کامنت ها بنویسید. من برایتان جوک تعریف نمی کنم، اصلا نمی دانم که جوک چی هست. 3 2 1 بوم. وای فکر کنم فاتحش خوانده شد. در این کلیپ هم شما ایده ای افراد پر انرژی و پر از شور و اشتیاق را میبینید که میخواهند ویدیویی به سبک تیک تاک از رقص خود ضبط کنند. اوه این دیگه چی کسی بود که اجلو ویدیویشان رد شد؟ گن زد به ویدیویشان. به خوشک شانس رفیق، فکر کنم داشت جهت مقصد را به دوستان جوان ما نشان میداد تا در دل تاریکی شب مسیر خانه خود را گم نکند. این ویدیو هم تصویری از مادر طبیعت را مشاهده می کنید. فکر نکنم هیچ کسی، حتی آن خانومی که خود را به آغوش مادر طبیعت سپرده بود، حاضر باشد چنین ریسکی به جان بخرد و بالای چنین ارتفاعی بیاید تا خود را شکل مرلین منرو کند. ظاهرا در حال مشاهده یک مسابقه قایقرانی هستید، اما انگار اوضاع خیلی خراب است و مردم حسابی افتادن در دردسر، که من امیدوارم به زودی از شر این دردسری که مادر طبیعت برایشان به وجود آورده خلاص شوند و مثل آن مرد کرکت باز یک چرد حسابی بتوانند بزنند. بگمانم ما چیزی زیادی میتوانیم از آن مرد یاد بگیریم. اینکه چرت زدن حتی در وسط بهبهه یک جاهایی میتواند مشکلات آدم را حل کند. خب شما ظاهرا در این اسکناس از کلیپ اوضاع آرام هست و هیچ خطری قرار نیست از جانب مادر طبیعت شما را تهدید کند. هیچ وقت یک ماشینی دست دوم از فلوریدا نخرید، این هم دلیلش. بچه ها، من یک فیلم خصوصی از جیسون موموا سر فیلم سره و خشین دارم. انگار پروفسور اکس از زندگیش کمال لذت را میبرد. ببینید چطور این مرد با یک بیبی بالون را میتراکند. اگر من داماد بودم حتی یک لحظه هم از این عروس جدا نمیشدم. خوش به حالش. لازم نیست هیچ وقت نگران حمله از پشت باشی رفیق، خیالت راحت. این دختر دنیا را بازی ویدیویی اشتباه گرفته. وقتی پدرها با این حرکت دهه 60 وارد میدان می شود. اگر فکر میکنید قرار است اتفاق بدی بیفتد، پس روی ویدیوی اشتباهی کلیک کرده اید. این آقا هیچ احترامی برای موانع قائل نیست. اگر می دانید چطور این اتفاق افتاده در کامنت ها توضیح دهید. تا حالا شده آنقدر کمرتان بخارد که مجبور شوید همچون کار را انجام بدهید؟ سلام. اوه سلام، فقط پسرها این را متوجه می شوند. اگر شما هم سرتان را تکان دادید در کامنت ها بنویسید. این خلبان آنقدر کارش را خوب بلد است که برای برداشتن بارش نیازی به فرود آمدن ندارد. این آقا بهترین اجرای دنیا را با بطری ویسکی انجام می دهد. اسنوب داک در دنیای موازی. خب دوستان، این هم ویدیوی امروز ما. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.